شش ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت این کشور می‌گذرد و حالا مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است. طبق ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تقریباً 97% از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان علاوه بر خشکسالی طولانی مدت و شیوع کرونا، به دلیل تسلط دوباره طالبان با بحران اقتصادی سهمگینی روبرو شده است. مسدود شدن ذخایر خارجی، سقوط منابع مالی، افزایش فشار بر سیستم بانکی و افزایش فقر تنها بخشی از تبعات آن است. اینجا مرکزی در قندهار برای توزیع کمک‌های سازمان جهانی غذا است. در حال حاضر این سازمان طی 4 دوره میان خانواده‌های شناسایی شده سبد مواد غذایی توزیع می‌کند. طبق آمار اعلام شده توسط این سازمان، از هر 4 زن باردار 1 نفر و از هر 2 کودک 1 نفر دچار سوء تغذیه شدید است. پیش بینی می‌شود زمستان و شیوع کرونا شرایط را برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده دشوارتر کنند. چه تعداد از خانوارها در هر دوره‌ای کمک‌ها را دریافت می‌کنند و این کمک‌ها از طرف کدام سازمان به مردم اهدا می‌شه؟ این کمک ها به 1660 خانواده در هر دوره توزیع میشه. کمک پرداختی ما با این کمک ها کار میکنیم که 8300 خانوار شامل این مواد غذایی و پکیج ها بشه. هر خانوار در چند مرحله کمک دریافت میکنن؟ در این کارت هایی که ما سروی کردیم هر خانوار 4 بار میتونن این کمک ها را داشته باشن که هر ماه یک بسته مواد غذایی با ما توزیع میشه. پس از پایان این 4 دوره چه اتفاقی میفته؟ پس از پایان این 4 دوره شاید اونا با مؤسسات دیگر که کمک های پولی و نقدی دارن معرفی میشن تا اینکه بتونن زمستان سخت و سرمایه که پیش روی است را به خوبی سپری کنن. بازخانم از آراباد، خودم مریضم، کش که ما اینجا خانم این قد دوره که بیخی دیگر. چند تا اشتوک داری؟ چهارده. ساعت چند بجا اومدی اینجا؟ از ساری که ما آمده باشم نگریزه رشتم تا حال دیگر. چی میگن الان؟ چیکار کنیم؟ عارف مگه تو بازار نمیچلدی؟ الان میگن چی آرد هست؟ چی خبرم؟ میگه کی نمیگن؟ مثلا تو بازار تو آرد نمیچلدی که کار دار؟ کار دکایی نمیاد دیگه. شویت کجاست؟ شوی نیا شوی دخانه یا سر چاپ کامو بیچاره کالتا کایی میکنه. دفعه اول اومدی اینجا آرد بگیری؟ نه یک موبایل دیگه داد اون چی داد؟ دچار کشان داد خو؟ اینا رو با سوپا که آنها تو تینی اینجا میذارم. باز ما اینجا آمدیم. الان چی میگن؟ میگن که نمیرسه بهتون؟ نه نه بودن آنجا برای نمیتونم دیگه کاردار نمیتونم اینجا برچه ما اینجا نمیتونم این کاردار ساگ بکنم نه اینجا من پشکم نگرفته دیگه نگرفته اگه نمیم نه توزه که مرا براو گفته رفتم دیگه درگر پس نکردم چی گفتش رفتی اونجا؟ تو بشه استاد چاو گفته اگه نیه آلتی استاد چاو اینجا سقوط ارزش پول این کشور و افزایش قیمت مواد غذایی به این بحران انسانی دامن زده است. در این روزها قیمت یک قرص نان در افغانستان به 15 افغانی رسیده و قیمت یک دلار آمریکا نیز برابر با 124 افغانی است. خشکسالی، گرسنگی، فقر و کمبود سوخت باعث رخ دادن مهاجرت‌های گسترده داخلی و خارجی در این کشور شده و بسیاری از کشاورزان را در روستاها با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. تا جایی که آنها حتی برای به دست آوردن آب آشامیدنی هم باید مسیرهای طولانی را طی کنند. بحران انسانی در این کشور هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد و گرسنگی و فقر جان شهروندان آن را تهدید می‌کند.